به یکایک شما دوستان خوب و گل عزیزم در سر تا سر کره آبی و خاکی زیبای زمین، خدمتگزار شما، خادم شما، مهرزاد هستم. پیش از هر چیز اجازه بدید دوستان من باید از همگی شما یک عذرخواهی بزرگ بکنم. چرا؟ در قسمت پیشین هنگامی که من قصد داشتم آغاز سال نو رو خدمت شما دوستان نازنینم شاد باش و تبریک بگم، به اشتباه، باور کنید عمدی در کار نبوده، به اشتباه آغاز قرن 14 شمسی و من آغاز قرن 1400 خدمت شما دوستان عزیزم گفتم. خب خیلی اشتباه بزرگی بود، بعدن متوجه این خطای خودم شدم. بدین وسیله بابت اون اشتباه لپی پیش اومده صمیمانه از شما دوستان نازنینم عذرخواهی میکنم. دوستان عزیز اگر موافق باشید با هم دیگه به اتفاق بپردازیم به موضوع بسیار عجیب و مورد علاقه همگی شما همچنین جذاب امروز. دیگه فکر کنم لازم نیست که بعد از 4 قسمت که در ارتباط با اسناد سازمان CIA با شما دوستان عزیزم سخن گفتم، بار دیگه هم تاکید کنم و یادآوری کنم که این اسناد از کجا اومده. همگی شما بهتر از من میدونید که این اسناد به فرمان پرزیدنت ترامپ در سال 2020 آزاد شد و بی سر و صدا در گوشه ای از سایت CIA آپلود شد. خیلی از دوستان به من گفتن که ما نمیتونیم این اسناد رو تو سایت سازمان CIA همگیشو پیدا کنیم. تو چی جوری اینا رو پیدا میکنی؟ بله دوستان، حق دارید که نمیتونید پیدا کنید. این اسناد درسته که کاملا آزاد شده و در اختیار عموم مردم قرار گرفته، اما به راحتی به دست نمیاد. برای به دست آوردن این اسناد شما میبایست یکی از این دو کار را انجام بدید. نخست یک نامه به زبان انگلیسی به سایت سازمان CIA بنویسید و از مدیریت سایت درخواست کنید که مدارکی که در ارتباط با موجودات فرازمینی و UFO هاست که به فرمان پرزیدنت ترامپ در سال 2020 اونها آزاد شده یک نسخهشو برای شما ارسال کنه. شاید سخت باشه برای بعضیاتون، اما راه دوم خیلی راحته. کافیه که این جمله رو که میگم شما سرچ کنید. The Black Wall. مدیر این سایت شخصی به نام آقای جان گرینوالد جونیور. این آقای جان گرینوالد جونیور کار همه شما رو راحت کرده. ایشون تو سن 17-18 سالگی افتاد تو خط شناخت بشقاب پرنده ها و در قضیه بشقاب پرنده ها ید طولایی داره و شاید پیشکسوت این زمینه محسوب میشه. البته به جز اساتید بزرگی مانند مرحوم آقای دکتر جی آلن هاینیک و همچنین آقای دکتر استیون ام کوریر، بله شما میتونید با جستجوی کلمه The Black Vault وارد سایت این آقای جان گرینوالد جونیور بشید. در اونجا در بالای صفحه به قسمت فویا داکیومنتس به اونجا که وارد شید تمامی این اسناد اونجا موجوده. میتونید به صورت یک جا و یا تک به تک جستجو کنید و دانلود کنید. امیدوارم که پاسخ شما دوستان عزیز و همیشه کنجکاو خودم رو داده باشم و متوجه شده باشید که برای به دست آوردن این اسناد فقط کافیه کمی همت کنید. اما بپردازیم به قسمت 4 از مجموعه 3000 سند افشا شده توسط سازمان CIA.
یکی دیگه از اسناد طبقه بندی شده سازمان CIA که به تاریخ 7 ژانویه سال 2021 یعنی همین چند ماه پیش از حالت کلاسیفای خارج شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته، پرونده‌ای در رابطه با یک کشور شاید فقیر آفریقایی، کشور کنگو. بنا به یک سند سازمان CIA به تاریخ 16 اوت سال 1952 گزارش داده شده که بیگانگان فرازمینی دیده شدند. در این گزارش گفته شده که اجسام عجیبی حداقل برای 2 روز بر فراز معدن اورانیوم کشور کنگو بلژیک پرواز کردند. تمام کارگرهای معدن این بشقاب‌های پرنده رو با چشم‌های خودشون از نزدیک دیدند. همینطور که شاید بهتر از من می‌دونید، اورانیوم عنصریه که به عنوان سوخت راکتورهای هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیره. کشور کنگو بلژیک کشوریه که در استعمار کشور بلژیک زمانی بوده. تنها ماده موجود معدنی در کشور کنگو معادن اورانیومه که تمامی این معادن به کشور انگلیس فروخته شده. در اون دورانی که بمب اتم خیلی داغ و هات بود و هر کشوری به هر شکلی میخواست یک نوعی از این بمبو به دست بیاره، ایالات متحده آمریکا برای اینکه بتونه سوخت راکتورهای خودشو به دست بیاره محتاج کشور کنگو شد و از طریق خرید معادن این کشور تونست به انواع و اقسام سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کنه. خواهش میکنم به یاد داشته باشید که در سالهایی که ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگه شروع به ساخت نخستین بمب‌های هسته‌ای کردند و اونا رو برای نخستین بار آزمایش کردند، این آزمایشات هسته‌ای باعث شد که توجه بیگانگان فرازمینی به کره زمین دوباره معطوف بشه. آزمایشات هسته‌ای این کشورها بار دیگه توجه فرازمینی‌ها رو به سمت زمین معطوف کرد. در گزارش سازمان CIA این چنین گزارش شده که اشیاء دیسک مانند فلزی همچنین بسیار نورانی هر روز در اطراف معدن اورانیوم پرواز می‌کردند. پرواز بیش از حد این اشیاء توجه کارگران و همچنین مقامات کشور آمریکا رو به قضیه فرازمینی‌ها معطوف کرد. دلیل حضور فرازمینی‌ها هنگام آزمایش‌های هسته‌ای چیزی نیست جز اینکه ما انسان‌ها از سال 1945 تقریباً کشتار جمعی رو به وسیله بمب‌های اتمی یاد گرفتیم و این بیگانگان فرازمینی بسیار نگران آینده بشر و همچنین کره زمین هستند. تنها خط قرمز فرازمینی ها برای ما انسان ها استفاده از بمب های کشتار جمعی یا شاید بهتر بگم بمب های اتمه. دلیل این که در هر کشوری که آزمایش هسته‌ای انجام میشه خیلی سریع اون کشور شناسایی میشه چیزی نیست جز وجود همین فرازمینی ها. اجازه بدید خدمتتون بگم که تمامی کشورهایی که از انرژی هسته‌ای به هر نوع و بهانه‌ای، چه به بهانه صنعت برق، چه به بهانه دانش پزشکی و چه به بهانه بمب اتم، به هر شکل استفاده می‌کنند، خیلی خوب می‌دونند که حضور بیگانگان و بشقاب‌های پرنده بر فراز اماکنی که در اونجا به نوعی از انرژی هسته‌ای در استفاده میشه چیز بسیار طبیعیه. و اما مورد بعدی، در یک سند از اسناد سازمان CIA که مربوط میشه به تاریخ دسامبر سال 1966
گزارش شده که یک شیء پرنده ناشناس در روز 10 دسامبر سال 1966 در ساعت 13 یعنی 1 ظهر در کشور آنگولا سقوط کرده. در این سند همچنین گفته شده به محض سقوط اون شیء پرنده ناشناس بیگانه، ارتش آنگولا اون منطقه رو به طور کامل محاصره کرده و بقایای اون سفینه سقوط کرده رو جمع آوری و سپس بازیابی کرده. در این سند همچنین تصاویری از بقایای به دست اومده از اون جسم فرازمینی سقوط کرده دیده میشه. پس از مدتی بنا به همین سند این شی مستقیما از دست مردم کشور آنگولا خارج شده و به طور کاملا ویژه و محرمانه به سمت ایالات متحده آمریکا ارسال شده. مستندات این پرونده به قدری زیاد و دقیقه که به هیچ وجه جای شکی در حقیقت این ماجرا باقی نمیذاره. بنابه گزارش همین سند اون بشقاب پرنده یا اون شیء ناشناس سقوط کرده دقیقاً شبیه به توپ کریکت بوده. همچنین در این سند گفته شده که نیروی هوایی امریکای شمالی بسیار علاقمنده که بدونه ماهیت این شیء پرنده از چه چیزه. دوستان، دلیل علاقه ایالات متحده امریکا به سفاین پرنده بیگانه چیزی جز به دست آوردن فناوری و تکنولوژی درون اونها نیست. همینطور که خودتون بهتر از من میتونید در طی 40 و 50 سال گذشته به ناگهان ما انسانها جهشی فوق‌العاده در تکنولوژی و صنعت داشتیم. خیلی ها متعجب هستند انسانی که 12,000 سال بنابه اسنادی، حالا برخی ها میگن بیشتر برخی ها میگن کمتر، اما انسانی که 12,000 سال یک رویه نرمال و عادی برای پیشرفت رو داشته چطور میشه که در عرض 40 تا 50 سال یکو به این سطح از تکنولوژی برسه؟ تکنولوژی های مانند لباس ضد گلوله، عینک دید در شب و همچنین موارد بیشمار دیگه مانند فیبر نوری. واقعا به نظر شما ها انسان ها چطور تونستیم در طی 40 یا 50 سال به این سطح از دانش برسیم؟ خیلی ها بر این عقیده هستند که تکنولوژی به کار رفته در بشقاب های پرنده باعث شده که ما انسان ها بتونیم از دانش بیگانگان فرازمینی به نوعی استفاده یا شاید سوء استفاده بکنیم. در این گزارش ما متوجه میشیم که آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا تمامی کشورها رو به طور دقیق زیر نظر داره تا چیکار کنه؟ تا اگر روزی در یکی از اون کشورها گزارشی از سقوط یک شیء فرازمینی ناشناخته داده شد، بلافاصله به هر شکل و طریق و روشی که میتونه اون شیء رو به دست بیاره و مورد مهندسی معکوس خودش قرار بده. و اما مورد بعدی، در یک سند از اسناد مربوط به سازمان CIA که به تاریخ 7 ژانویه سال 2021 آزاد شده، گزارشی وجود داره که مربوط به سال 1992 میلادیه. این گزارش مربوط میشه به رهگیری یک فروند UFO توسط 10-15 فروند جنگنده کشور کره جنوبی. در این گزارش گفته شده که کشور کره جنوبی گزارش کرده که یک شیء ناشناس پرنده بیگانه
که ماهیتی کروی داشته وارد حریم هوایی کشور کره جنوبی شده. دولت و ارتش کره جنوبی به محض اینکه از حضور این شیء فرازمینی اطلاع حاصل کردند، بلافاصله تعداد 15 هربند از جنگنده های تیز پرواز خودشون رو به دنبال این شیء پرنده ناشناس فرستادن. تمامی جتایی که در این عملیات حضور داشتند مسلح به موشک بودند، موشک هایی برای رهگیری، موشک هایی که به هر شکل به هدف اصابت میکنند. جالب اینجاست این شیء پرنده ناشناس بیگانه در جای خودش کاملا ثابت منتظر ورود این جنگنده ها وایساده. به محض ورود جنگنده ها به نزدیکی این جسم پرنده ناشناس، در کمتر از چند ثانیه این شیء پرنده ناشناس از جلوی چشم جنگنده های تیز پرواز کره جنوبی غیب میشه. سرعتی که این جسم پرنده ناشناس داشته برای تمامی خلبان ها غیر قابل باور و همچنین غیر قابل توصیف گزارش شده. این گزارش در کشور کره جنوبی نوشته شده. کشور کره جنوبی بخشی از ناتو، همچنین یکی از شریک‌های تجاری ایالات متحده آمریکا. به همین دلیل ایالات متحده آمریکا به این گزارش حساس شده و اون رو در پرونده‌های خودش جای داده. در این گزارش گفته شده که دولت کره جنوبی پیشنهاد داده که از تعقیب UFO ها خودداری کنید، چرا که تعقیب اونها کاری بیهوده برای ما انسان هاست. ما انسان ها هیچ وقت قادر نخواهیم بود که یک شیء پرنده ناشناس رو تعقیب کنیم. بسیار خوب دوستان، با هم دیگه قسمت 4 از مجموعه 3000 سند سازمان CIA رو دیدین. چطور بود؟ دوست داشتی؟ میدونم خیلی از شما دوستان عزیزم علاقمند هستید که این گزارش ها بیشتر و دقیق‌تر و شاید طولانی‌تر باشه، اما باور کنید من یک نفرم. برای یک نفر ساخت هر دقیقه ویدیو چیزی بین 7 تا 8 ساعت زمان لازم داره. خودم بسیار علاقمند هستم تمامی این 3000 سند رو برای شما دوستان عزیزم تهیه و تولید کنم، اما به من هم کمی زمان بدید. قول میدم حتما باقی این گزارش ها رو روزهای آینده پی خواهم گرفت. از اینکه منو تا انتها و تا پایان این قسمت و این اثر مانند همیشه همراهی کردید و منو حال نذاشتید، تنها نذاشتید، بی نهایت از تو دوست عزیز بیننده وفادارم تشکر میکنم. امیدوارم که توفیق دیدار روی شما خواهران و برادران عزیزم رو روزی از نزدیک داشته باشم و به صورت زیبای شما بوسه بزنم. در انتظار دیدار شما روزها رو شب، شبها رو روز میکنم. دوستدار یکایک شما، خدمتگزار همیشگی شما، مهرزاد.